کرده بودم تا زنده ام آن را فاش نسازم. وصیت میکنم این خانه که تنها یادگار پدریم میباشد و تمامی اموال منقول و عتیق جات موروثیم متعلق به ریحان است، حتی اگر بدانم و بدانند که نوه واقعی من نیست. الو بفرمایید. سلام، صابری هستم، افشین صابری. سلام. میخواستم یه بار دیگه بهتون تسلیت بگم از ته دل. خیلی ممنونم آقای صابری. راستش نگران حال روحیتون بودم. اون روز تو مراسم خاکسپاری صلاح ندیدم که مزاحمتون بشم. بله، من بابت گل و حضورتون تو مراسم ازتون تشکر میکنم. خب میخواستم بگم اگر کاری داشتین میتونین رو من حساب بکنین، خوشحال میشم در خدمتتون باشم. راستش خودم هم نمیدونم، حسابی گیر شدم. اینقدر توی این مدت همه این اتفاقا با هم بوده که اصلا ذهن منو به هم ریخته، نمیدونم از کجا باید شروع کنم. اصلا جای نگرانی نیست، من دوستی دارم که تو کار فرشه، اون میتونه کمکتون کنه. چطوری؟ بیا تو. وسایلتو جمع کردی؟ یه سری اسباب ضروری. سلام محمود خان. علیک السلام. من اومدم که چی؟ که تن اون زن علیلو بلرزونی؟ خواهش میکنم یه کاری بکنی من ببینمش. فکرشم نکن. محمود خان خواهش میکنم ازتون، شما باید به من کمک کنی. ای بابا بعد این همه سال خسته نشدی؟ من که خسته شدم، هر بار میای همین حرفا رو میزنی که چی بشه آخه. این بار با دفعه دیگه خیلی فرق میکنه. گفتم که محاله. اگه شما بخواین محال نیست. ببین اصرار بی خودی نکن، من خیلی سعی کردم با ایش صحبت کنم، ولی تا اسم تو میاد وسط اصلا گوش نمیده. یعنی قبلنها گوش میداد جواب نمیداد، ولی الان دیگه اصلا گوش نمیده. این بار همه چیز عوض شده، من باید بهش توضیح بدم. فعلا این روزا که نمیشه، اگه خدا بخواد راهی زیارت کربلاست. کربلا؟ نکنه بعد از این همه داستان ماجرا توقع داری بیاد ازت حلالیت بطلبه ها؟ من کی باشم که حلالش کنم یا نه، ولی تا بوده دیدیم هر کی بخواد بره زیارت از هر کس اونا کسی حلالیت میطلبه، دلشو صاف میکنه تا دیگه سفرش بوی کینه نده. ببین این چینه شکسته بند زدنی نیست، تو هم بی خودی اصرار نکن، برو سر خونه زندگیت، برو به شوهرت برس، به بچه هات برس، اونا واجب ترن. دست از سر این بدبخ بردار، تو بادی قلبش کار نمی کنه، والله روزی یه مش قرص دوایی رنگ و برای میرزه بالا. هر آدم یه طاقتی داره، این آدم دیگه طاقتش داره تاق میشه، دست از سرش بردار برو. وای مردم. پدرمو در آوردی از بس غر زدی ها.
میس ریحانه ویلکام تو یور هاوس. چی گفتی؟ الان یه جوری حرف میزنم عمران نتونه بفهمی. بیا اینو بگی. او خاله پسر رو ببین. عروس خانم بودو که بختت واشو. وای خاک بر سرم. بازم که پیدا شد. کیه؟ آقای مجنون. کلید رو بده من. بیایم بریم تو. بیایم بریم تو ما نایده. بابا زشت ناسلامتی نامزدت ها. غلط کرده با تو. به خدا بخوای باز از این شیطنت بکنی. من میدونم با تو. بیا بریم تو. واقعا آدم بیادبی هستی ها. آخه مگه کسی همچین کاری میکنه؟ ناسلامتی آقا مرتضی نامزدته ها. حالا نامزدت هیچی، پسر خالت که هست. نمیخواییم به من بگیم ماجرا چی بوده؟ هیچی ریحانه جان، این پسره که شما میبینی خواستگار من خاک برستره، همه رو مار میگزه، منو خر خاکی، انگار آسم سوراخ شده همین نسیم پارت شده پایین. خاطر خواهی که این حرفا رو برنم داره عزیز من، تو هم که بعدت نمیاد زودتر قال قضیه رو بکن بره دیگه. بهش رفت یکی نیست به این بگه دم به ساعت بوله میشه میگه تهران چیکار؟ بچست به همون شیلات و به همون مایات دست از سر من خاک بر سرم بردار. ببین من یه چیزی بگم. تو نمیخواد چیزی بگی. بیا ریحانه جان بیا بریم اتاق تو بهت نشون بدم. البته ببخشید یه ذره کوچیکه. ممنون خیلی هم خوبه. البته زیاد طول نمیکشه. پس فردا که به سلامتی نسیم جان زن آقا مرتضی شد رفتا تو راحت میتونی بری تو اون اتاق زندگی کنی. تو نمیخوای آدم بشی؟ نه الان یه بالای سرت نمیگه حس کنی. بابا تسلیم هر چی تو میگی. بیا بریم مسئله‌ات باشه بعد بریم بیاریم. داری الان کار میکنی؟ آره. سلام. سلام علیکم. ببخشید خیلی دیر نکردیم که. ای همچین ولی مهم نیست. همینجاست بفرمایید. بفرمایید. هیچ مشکلی نیست. شما فرشو آماده کنید من تو گمرک تهران ازتون تحویل میگیرم. بقیه‌ش هم با من. انتقال محموله تا هامبورگ برای من هیچ کاری نداره. خواهش میکنم. بله بله بسیار خوب بسیار خوب. پس منتظر خبرتون هستم. خدا نگهدار. منو میبخشید. خیلی خوش اومدید. ممنونم جناب پویان. در خدمتتونم آقای صابری. بله همونطور که من تلفنی خدمت شما عرض کردم خانم شریفی از آشنایان هستن.
ایشون قالیچه‌ای دارن و از اونجایی که بنده به صداقت و تخصص شما اعتقاد دارم، اینه که مزاحمتون شدیم تا نظر شما را راجع به این قالیچه بدونم. شما خیلی لطف دارید. خب اون قالیچه پیش شماست؟ همینجاست، بله پیش منه. میشه ببینمش؟ حتما. خوب، باید اقرار کنم بافتش عالیه، ابریشم اعلا، طرحشم خیلی خاصه. اون یکی دیگرشم دارید؟ نه متاسفانه. باشه، فعلا در مورد همین حرف میزنیم. چقدر؟ ببخشید ولی ایشون برای فروش اینجا نیومدن. بله من اصلا قصد فروش ندارم، در واقع فقط میخوام بدونم که این فرش بافندش کی بوده، فقط یه سری اطلاعات در این مورد میخوام، همین اطلاعات. نکنه شما مجموعه دار هستید؟ نه خیر، این قالیچه یه جور بار هویتی برای من داره، به خاطر همین خیلی دلم میخواد بدونم بافندش کی بوده، چند سال پیش بافته شده. جناب پویان، من فکر میکنم اگر هر کمکی از دستتون ساخت است دریغ نکنید، خانم شریفی هم به پاسخ سوالاتشون میرسن. به روی چشم. ممنون میشم. ببینید خانم، این فرش به سه دلیل جالبه. یکی به دلیل بافتش، دوم به خاطر طرح خاصش، سوم به این علت که اسم بافندش دور حاشیه‌اش بافته نشده. ولی به نظر من تا لنگه دومش پیدا نشه به هیچ سوالی نمیشه پاسخ داد. حالا این فرش از کجا به دست شما رسیده؟ یادگار مادرمه. اونطور که به من گفتن ظاهرا سجاده نمازش بوده. ببینم آقای پویان، یعنی نمیشه فهمید بافندش کی بوده؟ چون قدمت سیاد نیست؟ نه. یعنی هیچ جوری نمیشه اینو فهمی؟ متاسفم، تا لنگه دومش پیدا نشه نه. میبخشید منو که نتونستم خدمت زیادی بهتون بکنم. خواهش میکنم، من فکر میکنم که تا همینجاش هم شما لطف کردین. اگه لنگه دومش پیدا بشه پول خوبی بابتش میدم. جدا متاسفم، ببخشید پویان تنها کسی بود که من میشناختم و میتونست کمکمون کنه. خواهش میکنم، اصلا مهم نیست، شما خیلی لطف کردید آقای صابری. خواهش میکنم، من کاری نکردم. من و شقایقم دیگه بهتره بریم، یه چند تا آدرس هست ممکنه سرنخی بتونیم پیدا کنیم. باید بریم بازار قدیم فرش. ببخشید ریان خانم، این نشونی ها رو از کجا گیر آوردین؟ راستش توسط یکی از اساتید دانشکده هنر، استاد ناظمی. صحیح، به هر حال خوشحال میشم در خدمتتون باشم، اگه اجازه بدین برسونمتون. خیلی متشکرم، تا همینجا هم خیلی بهتون زحمت دادیم. اختیار دارین، تنها بریم بهتره. هر جور میل شماست، خدا نگهدار. با اجازهتون. کاشی 73 همینه دیگه، این که فرش فروشی نیست. میگفت اسمش چیه؟ مصطفی مهرکش. یه لحظه صبر کن.
خسته نباشیم. ببخشید حجره آقا مصطفی مهرکش شما بلدین؟ با کی کار دارین؟ با خود آقا مصطفی کار داشتیم. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. من پسرش هستم. اون خدا بیامرز 3 سال پیش به رحمت خدا رفت. خدا بیامرزتشون. به ما گفتن فرش فروشی دارن ایشون. درسته. اینجا قبلا حجره پدرم بود. سال گذشته کوبیدیم و تفکیکش کردیم و فروختیمش. حیف شد. می‌خواستیم در مورد طرح و بافت یه قالیچه باهاشون صحبت کنیم. متاسفم. رو من اصلا حساب نکنین. از فرش چیزی سر در نمیارم. خیلی ممنون آقا. ببخشید مزاحمتون شدیم. خواهش می‌کنم. به سلامت. اگه الان بود میتونست کمکمون کنه. اب نداره، میریم دنبال آدرس دومیه بازار فرش فروش ها حاج آقا مصطفی. کسی نیست؟ خب در حجره که بازه، حتما همین اطرافه دیگه. چیزی میخواستین؟ پرسیدم چیزی میخواستین؟ سلام. علیکه سلام دخترم. کاری داری؟ ببخشید شما کجایین؟ پس مشتری نیستی؟ با خودم کار داری. چی کاری؟ دانشجو یا خبرنگار؟ شما آقای مصطفی هستین؟ جوابمو ندادی. خبرنگاری؟ نه خیر، خبرنگار نه خیر. سلام. سلام. علیکی سلام دخترم. خوش آمدید. بفرمایید بشینید. رفته بودم چایی بریزم، کار دنیا رو میبینی، سر پیری شاگردم دم دستم نیست چایی برام بریزی. خب بفرمایید، در خدمتم. ببخشید آقای مصطفی، من زیاد وقتتون رو نمیگیرم. یه قالیچه دارم که میخوام یه سری اطلاعات ازتون بگیرم. حالا چرا من؟ کی به شما گفته که من میتونم کمکتون کنم؟ استاد ناظمی آدرس شما رو به ما دادن. بله بله میشناسم. حالا این قالیچه کجاست؟ بله همینجاست. بفرمایید. اینا از کجا آوردین؟ یادگاریه. کمال باسده توی؟ بله، امرتون. باید همراه ما بیایی. کجا؟ به سواشنگا صحبت نکن. چی شده؟ چی شده؟ محسن پسر توی؟ براش اتفاقی افتاده؟ باید با ما بیای پزشک قانونی. پزشک قانونی؟
پاشین برین دنبال کارتون. ای لعنت خدا بر شیطون. برو دختر، برو دنبال زندگیت. آقای مصطفی، گفتم برو دنبال زندگیت. خواهش میکنم آقای مصطفی، اگه چیزی میدونیم به من بگی. ببین من هیچی نمیدونم. برو دنبال زندگیت، برو. ریحانه، انگار اون تو شرایطی نیست که بتونه حرفی بزنه. بذار واسه وقت دیگه. ولی اون یه چیزایی میدونه. من حالا موقعش نیست. بریم بریم. آقا رو باش حالا تحویل بگیر. بپا کنه بینیم بابا. بپا کنه. سر همین کوچه آجیل فروشی هست. جفتتون میرین چند تا گردو میخرین و میان گردو بازی. خب بچه ها چه خبر؟ هیچی آقا، امن امونه. بابک؟ آقا بابک؟ بابک؟ من بابک نیستم، اشتباه گرفتم. اشتباه نمی کنم، بابک هستی. منو نمیشناسی. دو سال پیش فرستادی واسم. من فرشیدم دیگه. دو سال پیش فرستادی واسم پاسپورت گرفتی؟ داشم، مگه من اداره گذرنامه برای شما پاسپورت بگیرم؟ میگم که من بابک نیستم، اشتباه گرفتی. ترکیه. برو با دلت خوشه. من میگم من بابک نیستم، میگه پاسپورت جعلی. بچه این چی میگه؟ هیچی آقا، حتما عوضی گرفتی آقا جون. نه من مطمئنم. خب سیبیل داشتی درسته؟ بله کاملا درسته، چون از موقعی که خودم رو شناختم و یادم میاد یه بیلم نداشتم، چه برسه به 30 تا بیل. حالا چرا مسخره میکنی؟ ما فقط میخواستیم یه سلامی عرض کرده باشیم، همین. بله خب، سلامتی کردی. بزنم چای. مگه نمی نفشن خونده رو بازی میکنم؟ بازی میکنید بکنید. ولی تو بابکی. آره. عجب داستانی داری. بفرمایید خدمت شما. دیدی حالا اشتباه میکنی؟ من افشینم، بابک مابک. آره عزیز، من معذرت میخوام ولی خیلی شبیه بابکی. خب دیگه ما اینیم. چیه؟ چرا ماتت برده؟ نوبت توه. آخه آقا داره عراجیف میگه. بابک. بله. سلام صادق، چطوری؟ نه بابا هیچی. ببین تو اون فرشا رو جمع کن، من خودم میام میبرم. از یه خنزر پنزری گرفتم، باید بهش پس بدم. باشه باشه، فعلا قربانه. ببین آقا فرشی، به بابک سلام برسون، بگو افشین سلام رسوند. قربون آقا. بچون خودم بابک بود. سر رو تو برم باز میگه بابک بود. بابک خرکیه. آخه نگاهش کن، عین اون بابک داره را میره. سلام. استغفر الله ربی بعد. صبر کنید آقای مصطفی، میخوام باهاتون حرف بزنم. گفتم من حرفی ندارم. تو رو خدا آقای مصطفی، هر چی میدونین به هم بگین.
که چی بشه؟ که بفهمم کی هستم. این توقع زیادیه. چی میگی دختر جون؟ تو فکر میکنی من نمیدونم تو کی هستی و چی میخوای؟ اگه هوشنگ تو رو فرستاده برو بهش بگو کور خوندی، زمونه عوض شده. من که اصلا نمیفهمم شما دارین راجع به کی و چی حرف میزنی. من نمیخوام در مورد کسی حرف بزنم که پسرمو ازم گرفته. نه دختر جون، سالها از اون ماجرا گذشته، از من نخواد چوب تو خاکستر اون آتیش کهنه بگردونن. آقای مصطفی به خدا من نمیدونم راجع به کی حرف میزنی. چرا باور نمیکنی؟ حالا اگه یکی دیگه خطا کرده باشه تقصیر من چیه؟ من چه گناهی کردم؟ خواهش میکنم کمکم کنی، فقط به یه شرط، بری و دیگه سراغم نیایی. چشم، قول میدم دیگه مزاحمتون نشم. برو سراغ خانومی به نام توبا، یه کارگاه فرش بافی تحت پوشش کمیته امداد داره. فقط با خود اون حرف بزن، اون میتونه کمکت بکنه. خب نشونیش از کجا پیدا کنم؟ تو دربنده پایین چاره زیرالدوله، از هر کی بپرسی نشونت میده. ازت خوشم میاد، آدم زرنگی هستی. با پس دادن فرشا به دختره همچین اعتمادش جلب کردی که حالا دیگه اون ول کند نیست. حالا هم فرشه تو جنگته هم دختره. الحق که درسات خوب ازم یاد گرفتی. ببین پویان، خود فرشه برام انقدر جذاب نیست. میدونی در واقع هیجان این جستجو و آخرشه که برام جالبه، درست مثل حل یک معمای پیچیده. آره میفهمم، بعضی وقتا کرم خلافکاری بیشتر از پولش با آدم میکسبه. فقط باید مواظب باشی که یادت نره واسه چی شروع کردی. مثل من که نباید یادم بره اسم تو دیگه بابک نیست. نگران نباش استاد، درسامو فوت آب. خب بگو ببینم تا کجا پیش رفتی. دارم به یه سرنخ میرسم. خوبه، یادت باشه بازم اگه بتونی از اینجور فرشا پیدا کنی 10 سال جلو میفتی. خودم هم دنبال همینم، شاید تا وقتی که به نتیجه برسم بازم از این فرشای عجیب و غریب پیدا بشه. ای جونه و منظور جونیوره دیگه. فکر میکنم دیگه چیزی نمیده. نه دیگه چیزی نمیده. ناصر جان انشالله خدا قسمت خودت بکنه. انشالله. بفرما. سلام محمود خان. استغفر الله. سلام علیکم. اومدم میخوام با توبا حرف بزنم. منم قبلا خدمت شما عرض کردم که نمیشه. حالا بفرمایی. چرا متوجه نیستین؟ این دفعه با دفعه دیگه خیلی فرق میکنه. تو
تو رو خدا جون هر کسی دوست داری برو، چی میخوای از ما؟ دست از سر ما بردار، برو دنبال کارت. من اگه باش حرف نزنم همه چیز خراب میشه، باور کن. درک که خراب میشه، یا هم خراب بوده بذار خرابترم بشه. به هر حال من تا نبینمش تا باش حرف نزنم از اینجا نمیرم. منم قبلا خدمت شما عرض کردم نمیشه و من نمیذارم که بشه، مطمئن باشی. این بار من نیومدم به دست و پاش بیفتم و ازش طلب بخشش بکنم، دیگه حکایت من نیست، قضیه فرق میکنه. باشه باشه باشه، ولی حالا نه. چرا؟ چرا حالا نه؟ آخه دم سفره، میخواد بره زیارت، برای حالش مساعد نیست. من به شما قول میدم از زیارت که برگشت قراری بذاریم، بشینین با هم حرفاتونو بزنین، سنگاتونو با بکنین، خوبه؟ حالا بفرمایین، بفرمایین، خواهش میکنم. زهره جان مواظب بابات باشی. محمود دیر شده. نه بابا هنوز 4 ساعت دیگه مونده، چقدر هولی شما خانم. قربونت برم، خدا حافظ. ماما خیلی مواظب خودت باش. نه دختر خوشگلم، قربونت برم. من مواظب خودتون باشی. خب با خیر خوشی انشالله. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. جات خیلی خالی میشه. التماس دعا. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بابا چی شد؟ چرا نیومد؟ من نمیدونم. ببین وای با حالت اگه خبرش کرده باشی. نه باور کن من بهش حرفی نزدم. نه آفرین، نشون دادی که زبون آدمم سرت میشه. فقط پای منو وسط نکشید. بابک آدم خطرناکیه، اگه بفهمه من به شما حرفی زدم زندگیمو تباه میکنه. نه ترس، اون باید به ترسه که پول ما رو بالا کشید و زده به چاک. تو چرا میترسی؟ نمیدونم، مربوط به گذشته است. اون هاش اومد. شما نبینه خیلی بهتره ها. عشق آخه مار جان کوی دنیا بیده ای، پاچه باقلا و ماهی دودی و زیتون پرورده امره ابراز عشق بکنیدی ها؟ خلاصه مار ای بارده مرتضا ویرز بایعیه می چشم دابدم، می دهنه بازه کنم، هرچی می دهنه درون دره نگم. وای، می سر بابا ساسه نگم مجمار کانری. خداحافظ. ببین بی خودی شلوغش نکنه، آقا مرتضا نباشه کی تو رو می گیره؟ ها؟ شقایق، اصلا حوصله تو ندارم، سر به سر من نذار. اینقدر داد بیداد نکن، با سر و صدا چیزی حل نمیشه. بیا بریم بشینیم بهت بگم چیکار. بله مار.
بله بله همینجاست. خانم شریفی هم تشریف دارم. بله امرتونو بفرمایید. امرتونو بفرمایید. چی؟ بیمارستان؟ سلام خانم. سلام. من شریفی هستم. با من تماس گرفتن، گفتن یه مریض داریم که شماره منو ظاهراً داشته. خودم تلفن کردم. بله. توی پارک پیداش کردن. ظاهراً زد و خورد داشته. وقتی آوردنش اینجا بیهوش بود. چند تا بریدگی روی کتف چپ و راستش داشت که ما بخیه کردیم. حال عمومیش خوبه. فقط یکم منگ و گیجه. انگار با یه شیء سنگینی روی سرش زده. حالا اسمش چیه؟ مدارک شناسایی توی جیبش ما پیدا نکردیم. فقط شماره شما رو پیدا کردیم. شماره منو؟ بله. بفهم اینجا.